تایید و تصویب صورت‌های مالی بانک تحت ریاست وزیر اقتصاد انجام می‌شود. سوء استفاده نجومی گروه امیر منصور آریا طی چندین سال واقع شده. در طول این سال‌ها چرا و چگونه مجمع عمومی بانک‌ها که ریاست آن با آقای دکتر حسینی است در بررسی گزارش سالانه و ترازنامه بانک ملی که دولتی است و یا صادرات که 42% سامان را وزیر نمایندگی می‌کرد هیچ قرینه‌ای بر تخلف نیافت؟ ماده 49 برنامه پنجم تکلیف کرده است که بانک ها ملزم به ایجاد سامانه های متمرکز بانکی هستند و بانک مرکزی باید بر آنها نظارت کند. وزیر اقتصاد که رئیس مجمع عمومی بانک هاست چرا در انجام این وظیفه اهتمامی نداشته است؟ از تاریخ 15 دی 89 که قانون برنامه پنجم به تصویب رسید و نصاب سابقه را برای مدیر عامل و 2/3 اعضای هیئت مدیره به 10 سال افزایش داد، آقای دکتر حسینی چه اقدامی برای تعیین تکلیف آقای جهرمی به کار بست؟ آقای خاوری دو تابعیتی بود و نصب این افراد به سمت‌های دولتی ممنوع است و نفس تابعیت دوگانه داشتن نیز جرم است. آیا واقعا طی 2 سال آقای وزیر مطلع نشد که خانواده آقای خاوری در ایران نیستند و سفرهای خارجی متعدد او بی‌خبر بوده است؟ حضرت امیر به مالک اشتر فرمان داده که مسئولان را از عناصر آزمون شده برگزینند، نان که از سر تمایلات و بیقاعده مسئولیت سپرده شود. هماهنگ ساختن دستگاه‌های زیرآب برای اجرای کامل قانون و ارزیابی گزارش‌ها و تخلفات، ارسال آن به قوه قضاییه جهت رسیدگی از وظایف وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی است. از جناب عالی سوال داریم، تا کنون چند پرونده به قوه قضاییه فرستادید؟ وزیر اقتصاد در بازرسی بانک‌های ملی و صادرات دارای مسئولیت مستقیم بوده است و میبایست از طریق سازوکار مطرح شده در این مواد از تضییع حقوق دولت و ملت جلوگیری می‌نمود. هنوزم جا دارد آقای دکتر حسینی، هنوزم جا دارد همین الان به عنوان یک ورزشکار مسلمان در محضر نمایندگان حاضر شوید، مرد و مردانه عذرخواهی کنید و استعفا دهید. آیا اگر سازوکار نظارت بر بانک ها به درستی اجرا می شد و مدیران عامل بانک ها مطابق با مقررات و اغلای انتخاب می شدند و با دخالت های ناروا و توصیه های دولت مردان از قوانین موضوعه و وظایف سازمانی خیش دست بر نمی داشتند، شاهد بروز چنین فاجعه‌هایی در نظام بانکی کشور بودیم؟ شما شیعه آن امام نیستی که با دخترش به خاطر آریه گرفتن دستبند آن برخورد را کرد؟ آیا اتفاقی که افتاده در حوزه اختیارات آقای دکتر حسینی هست یا نیست؟ اگر در حوزه اختیارات وزیر اقتصاد هست، پس ایشون مقصره و کوتاهی کرده در اعتماد مجلس. اگر مقصر نیست، بنابراین اعتماد ما سر جای اون هست. عرض میکنم ای برادر، راندخاران مدتی است پول ملت را چپاول میکنند، هر کجا دروازه را خالی کنند توپهای مرده را گل میکنند. راحت و آسوده در آن سوی آب رفته و سرکیسه را شل میکنند. شما دارم موافقت میکنید یا دارم مخالفت میکنید؟ گوش بدید آقای دکتر، به اونجا هم میرسیم. ظاهرن اکنون وزیر اقتصاد جرم ایشان را تحمل میکنند. من اگر ماندم و اگر استعفا ندادم به خاطر این بود که این مفسده در دوره مسئولیت من اتفاق افتاد و من بایستی مسئولیت بپذیرم و مسئولانه برای جبران اون تلاش کنم. اگر عذرخواهی من آلام مردم رو تسکین میبخشد، من همه مسئولیت رو میپذیرم و از شما و مردم پوزش میخوام. کوره‌بار منو سنگین نکنید به خاطر جرم. من مجرم نیستم، من آگاه به جرم نیستم، مسئول هستم، مسئولیتم رو هم ایفا میکنم. آیا واقعا شما میتوانید بپذیرید که من میدانستم که فردی تابعیت دوگانه داشته است و او را به صدارت یک بانک منصوب کردم؟
مطمئنن این گونه نبوده است. بنده هر انتصابی که بخوام انجام بدم باید استعلام بگیرم. آیا مدارک و مستندات این استعلام رو ارائه نکردم؟ بنده اومدم وساطت کردم که آقای خاوری آزاد بشه و برود به خارج از کشور. آیا اصلا اون موقع من در تهران بودم؟ صادقانه عرض میکنم نه در تهران بودم نه هیچ تذکر یا توصیه ای کردم. یا امروز من رو به خاطر حکم انتصاب آقای جهرومی مورد سوال قرار میدید؟ خب خیلی مستدل صحبت کردید برادران عزیز. یک سوال میکنم، آیا اصلا بنده به آقای جهرومی حکم انتصاب دادم؟ برید حکم انتصاب آقای جهرومی رو نگاه کنید. من از تک تک همکارانم در دولت هم عذرخواهی میکنم. باشد که با بخشش همه شماها خداوند از سر قصور و کوتاهی من کمترین هم بگذرد. منو حلال.